درمان خانگی، زکام و یا هم ریزش موضوع برنامه هست که در ارتباط با سی معلوماتی را تقدیمتان کردیم، اما میخواییم بیشتر معلومات را از دکتر صاحب بشنویم که خوشبختانه در برنامه تشریف آوردن. سلام، صبحتان بخیر دکتر صاحب، خوش آمدین در برنامه. خوش باشین، صبح شما بخیر. علیکم السلام. زنده و سلامت باشین. درمان خانگی، زکام و یا هم ریزش موضوع برنامه هست که میخواییم در این مورد از شما بیشتر بشنویم، اما در نخست میخواییم یک تعریف از خود ریزش و یا هم زکام از شما داشته باشیم. دا خورشید تلویزیون ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هرکلی کوم. زکام یا ریزش یا کامن کولد دا خپله یو وایروسي ناروغي ده چې اکثرا د وایروسونو په واسطه باندې انتقالیږي، او په ژمي کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې لوړې وي، او اکثرا دا ناروغي چې ده د مستقیم تماس له امله، که چېرته ناروغ دې په مخ کې ټوخی وکړي یا پرنجۍ وکړي او یا خپل لاسونه ملوث وي او دغه ککړ ملوث لاسونه موږ او تاسو خولې یا پوزې ته ویسو، د ویروس د تنفس سیستم د لارې داخلیږي او بالاخره د ریزش یا کامن کول لامل ګرځي. په زمین کې مریض به په لومړي وختونو کې ممکن یو عدسه یا پرنجه کوي، د سترګو څخه به اوښکې راځي، پزه به یې بهیږي، ټوخی ورسره پیدا کوي، او ممکن په ځینو وختونو کې تبه هم پیدا شي، ځان درد به ورسره موجود وي، چې دا پیښې اکثرا په ریزش کې موجودې وي. د دې ناروغۍ عمده علت چې دی وایروسونه دي، او دغه وایروسونه په ژمي کې ډیریږي، او خصوصا لمدبل کې چې کله بارانونه واورې شروع شي. مسید کوونکي فکتورونه دې ناروغۍ لپاره خپله یخه هوا ده، ګرد و غبار دی، او په زمین کې هغه کسان چې خپله سګرټس کی او یا په محیط کې سګرټس کی چې نور د دې سګرټ د بوی سره مخامخ کیږي، دا کسان په دې ناروغۍ باندې ډېر اخته کیږي. هغه کسان چې د هغوی دفاعي سیستم کمزوری وي، ضعیفه وي، خصوصا ماشومان چې د شپږ کالو څخه عمر کمی په دې ناروغۍ باندې ډېر اخته کیږي، او په زمین کې هغه کسان چې د شپېتو کالو څخه عمر ډېر وي، او هغوی د تنفسي سیستم زندنۍ ناروغۍ یا قلبي ناروغۍ یا شکر هم لري، دغه کسان د دې ناروغۍ سره مخامخ کیږي او په ریزش باندې په عام ډول سره اخته کیږي. بسیار خوب دکتر صاحب، قبل از اینکه بریم سراغ درمان های خانگی ریزش و یا هم زکام، میخوایم فاکتورهای اساسی که سبب ریزش میشه بشنویم از شما دکتر. ببینید، بسیار گپ بسیار و مهم و علمی است. سببی که باعث امراض ریزش میشه ویروس هاستن، و بیش از 200 انواع ویروس وجود داره که در محیط ما شما هستن، و اونو ویروس ها میتونه که سبب امراض ریزشی شوه. ولی بعضی اوقات حتی حساسیت ها میتونه موجودیت خود خزان، بعضی مردم در خزان با هوای خشک حساسیت داره. دوم، وقتی که در محیط هر قدر آلودگی زیادتر شوه، مثل که امروز ما شما میبینیم دود بسیار زیاد هستن، گرد و غبار زیاد است، هوا خشک هستن، و خود دود زیاد موترهایی که ماشینهایش بسیار دود میکنه کنترل نمیشه، فابریکه ها هستن و در خانه هایی که از زغال سنگ استفاده میشه، هر سببی که محیط را آلوده بسازه، درخت ها برگ های خود از دست داد، چرا که در پاکسازی محیط با ما شما کمک میکنه، اینمی همگی محیط آلوده میشه. و وقتی که محیط آلوده شد، خود هوا خشک میشه، و هوای خشک سبب خشک بودن طرق تنفسی خصوصا بینی میشه. وقتی که داخل بینی و مخاط بینی ما شما خشک شوه، زمینه برای انتانات و ریزش مساعد میشه، و ما شما باید کوشش کنیم که از این مشکلات خود دور نگاه کنیم. بسیار خوب دکتر صاحب، در هوای آلوده زمستان بیشتر امراض گوناگون وجود داره که هم افراد جامعه هم مبتلا میشن، از جمله زکام هست. بیایم در مورد این که قبل از اینکه به طرف دکتر بریم یا روی تداوی نزد دکتر بیشتر توجه داشته باشیم، درمان های خانگی چقدر میتونه مفید باشه و چطور بتونیم که زکام را درمان کنیم در خانه؟ زړه پورې پوښتنه ده. وایي تاسو کوشش کوئ لومړی خپل چاپیریال پاک وساتئ. که چیرته زموږ چاپیریال پاک وي، په هغې کې لوګیا نه وي، دوړه نه وي، ګرد و غبار نه وي، نو موږ به په ناروغیو نه اخته کیږو. دویمه خبره دا ده، وایي چې همیشه د ریزش، زکام او ویروسي ناروغیو څخه چې بدبختانه یوه ناروغي د کرونا په نوم باندې نن سبا، یا کووید 19 دا راغلې ده چې
لومړی باید خپل لاسونه همیشه په صابون باندې ومینځو. هیڅ وخت ککړ لاسونه باید خولې ته ور نه وړو، پازې ته یې باید وینسو. همیشه که چیرته پرنجه کوو باید خپله پوزه وپیچو، د نورو خلکو په مخ کې باید ټوخی ونه کړو. د دې سره سره وی تاسو کوشش دا وکړئ چې خپل محافظت او پاکوالی مراد کړئ. راځو په کافي اندازه سره تاسو مایات واخلئ. د ډیرو مایاتو اخیستل خپله د ریزش په مقابل کې مقاومت دی. بل وی تاسو کوشش وکړئ شیرګرمه مایات واخلئ، تړمې اوبه وڅکئ. د دې سره سره وی تاسو کوشش وکړئ چې ګرمې اوبه انشاق کړئ، په سر باندې حتی کمپله واچوئ او هغه تنفس کړئ. پزې غوړې کړئ، ځکه د پزې وچوالی د خپله د ریزش دپاره زمینه مساعده او د پوزې او د ستوني التهابات رامنځته کیږي. د دې سره سره وی په کور کې تاسو کوشش وکړئ که نور هیڅ نه مالګه په اوبو کې واچوئ، غړغړې وکړئ. سار ماخام همیشه تاسو خپل غاښونه ومینځئ. د دې سره سره وی تاسو ګرم مایات واخلئ، که هغه شین چای وي، که تور چای وي، که شیر چای وي، که حتی سپونه وي، شوروګانې وي، حتی لیمو وی تاسو کوشش وکړئ په دې کې استفاده وکړئ. د دې سره سره تاسو وی استراحت وکړئ، ځکه استراحت د یو ناروغۍ لپاره مهم پوینټ دی. او وی تاسو استراحت سره به ستاسو مقاومت لوړ شي. د استراحت سره سره وی تاسو په کافي اندازه سره خپل خوب وکړئ. خوب که چیرته نارامه وي او خوب پوره نه وي، خپله د بدن د مقاومت د ټیټوالي لامل ګرځي. د دې سره سره وی تاسو کوشش دا وکړئ چې په کافي اندازه سره میوجات وخورئ، په کافي اندازه سره سبزیجات وخورئ. هغه خواړه وخورئ چې هغه ستاسو بدن ته پیاوړتیا درکړي، هغه خواړه چې ویټامین سي لري، که شنه سبزیجات دي، که لیمو ده، که مالټه ده، وایي د دې څخه زیاته استفاده وکړئ. نو که چیرته په دغو ټولو اساساتو باندې موږ او تاسو کار وکړو، خپل شخصي حفظ الصحه مراد کړو، په کافي اندازه سره مایات واخلو، استراحت وکړو، او د ګرد غبار سره څخه ځان وساتو، او په کورنۍ کې او خپله کوم کس د سګرټ په سکلو باندې روږ دی او سګرټ قطع شي، دا ناروغي به هیڅ وخت نه راځي. دقیقا. خب دکتر صاحب، بعضی از افراد به این عقیده هستن زمانی که امراض یعنی به وجودشان میایه و همچنان زکام میشن یا ریزش میکنن، همیشه از غذاهایی که هست و همچنان اینکه معافیت بدنشان را بلند ببرن و مقاومت بدنشان در مقابل امراض بلند بره، از غذاها استفاده نمیکنن، از میوه‌جات استفاده نمیکنن. همیشه دوست دارن که از دواهایی که اونا نزد دکتر میرن بیشتر استفاده کنن تا خوبتر شون. که دواهای استفاده از دواهای زیاد چقدر میتونه مضر باشه در کناری که ما بخوایم همون معافیت بدن ما را از طریق غذا بلند کنیم؟ ببینین، ریزش یک ناجوری ویروسی است و در مقابل ویروس باید مقاومت وجود خود باید بالا ببریم، نه توسط ادویه‌جات. چرا که یک چندین نوع ادویه های ضد ویروس موجود هستند که ممکن یک چند فیصد بالایش تاثیر داشته باشند. ولی در کل مهم گپ نمیست که چرا ما شما ریزش میشیم، چرا ما شما ضعیف میشیم. علتش نیست که مقاومت وجود ما شما ضعیف میشن. وقتی که مقاومت وجود ما شما ضعیف شد، میکروب بالای وجود ما شما حمله میکنه. وقتی که حمله کرد دوچار امراض میشیم. از همین خاطر پرهیز کردن، مثلا ما شما باید آبی سرد ننوشیم، کوشش کنیم که بینی خود بپیچانیم که از گرد و غبار مواظبت میکنه و در زمین خود هوای مرطوب و هوای گرم به ما شما کمک میکنه. همیشه باید ما شما کوشش کنیم که سبزیجات، میوه‌جات، لبنیات استفاده کنیم تا که مقاومت وجود ما شما بلند بره. ولی یک چیزی که بسیار مهم است و بیننده ها باید ببینم، مریضی که سینه دردی پیدا کرد، مریضی که سلفایش خشن شد، تنفسش بالا رفت و بلغم پیدا کرد، تب بلند پیدا کرد، شعور خود از دست میداد، ای و شرایطی هستند که حالات وخیمی زکام است. ممکن مریض دچار امراض سینه بغل شده باشه که در این وقت به هیچ صورت مریض باید داخانه تداوی نشه، حتما باید پیش یک متخصص بره، پیش یک کلینیک بره، باید پیش یک دکتر یا شفاخانه باید مراجعه کنه. نشه که منتظر ازی بانه که خدا نخواسته ما فقط یک ریزش عادی استم. اختلالاتش باید ما شما جلوگیری کنیم. در هر شکلی که مریض وضعیتش بهترتر بود، راحتی را احساس میکرد و میتونست که غذا را بخوره، مایات بنوشه، سلفه شدید نبود، تب بلند نداشته، افرازاتش زیاد نبود، جاندردی کمتر بود، میتونه که در خانه تداوی شود. ولی وقتی که اعراض شدت یافت، چرا که یک موج دوم کرونا ما شما داریم، عضلات بله خطرات تهدید میکنه. اگر عضلاتشان درد پیدا کرد، حسی بیایی خود از دست داد، تنفسش سریع شد،
بلغمش زیاد شد، سلفا زیاد شد، سینه دردی به وجود آمد، در این شرایط باید آنن مریض پیش دکتر بره. دقیقا. زنده و سلامت باشین دکتر صاحب، سپاس از حضورتان از اینکه در برنامه تشریف آوردین. خب وقت لری مننه. تشکر. خب دوستای عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و این بود داشته های برنامه صبح خورشید که تقدیمتون کردیم همچنان بخش درمان. امیدوار هستم شما دوستای عزیز هم اگر زکام و یا ریزش هستین در مقابل امراض گوناگون، توصیه های خوبی را که دکتر صاحب بر شما داشت، البته توصیه خانگی، درمان های خانگی، شما هم از توصیه های خوب دکتر صاحب مستفید شده باشین و بتونین در زندگیتان پیاده بسازین. تا برنامه بعد و دیدار بعد که ان شاء الله فردا در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشید.